سلام چطوری فرج جان؟ خوبی؟ شرمنده این وقت روز کشیدنت اینجا. خواهش میکنم، من خیلی پای تلفن متوجه نشدم. گفتی چی شده؟ خب گویی که قولشو بهت داده بودیم منتفی شده. چرا پس؟ شما که به من گفتی مشکلی نیست. من رو خونه حساب کردم. میدونم، ولی اون دانشجو که قرار بود بره تا شما جاش بیای خدا بهش یه بچه داده، به خاطر همین این ترم درس خودش و خانمش تموم نمیشه که بخوان بره. درگیر بچه و دفاع و اینجا مسائل هم فعلا. نمیشه که، با من برنامه ریزی کردم، چند روز دیگه عروسیمه. من شرایطتو درک میکنم، اصلا به خاطر همین زودتر خبرت کردم تا سریعتر برای خودت دنبال یه جایی بگردی. اونجا کلا منتفیه فراد. تا کی؟ حداقل تا 6 ماه دیگه. نگو تو رو خدا، همه به همه ریزیان به هم میخوره، زندگی میره رو هوا. من شرمندم ولی هیچ کمکی از دستم بر نمیاد. خانم دکتر اومدم. یا مراقب باش. سرت گیج میره؟ نه خوبم خوبم. بشین اینجا دختر، چی کار کردی با خودت؟ بهترم. تو که اینقدر خون میترسی من میدم چطوری میخوای دکتر ماما بشی؟ کمونه بود بچه های مردم از اصلا بیفت دختر. چی بگم والا، گفتم این حاله عادی میشه، درس ما تموم شد این حاله ما عادی نشد. بخور حاله جا بیا. بسه درد نکنی. بهتری؟ آره خوبم. راستی شادوماد اومده جلوی در منتظرت. باش تو برو به کارت برس. مطمئنی حالت خوبه؟ آره آره بهتر. امروز هم اتاق عمل بودی؟ آره. خبر شده اومدی؟ یعنی اگه من دلم برای شما تنگ بشه نمیتونم بیام سر کار ببینم تو؟ چرا نمیتونی؟ میتونی. اگه یه کار دیگه ای باشه به غیر از دلتنگی چی؟ میتونم بیام یا نه؟ تا چه کاری باشه؟ تا چه کاری باشه؟ میخوام بهت خبر بدم که خوابگاه متأهلی منتفی شد. چی میگی؟ هرچی هم بهشون گفتم بابا من چند روز دیگه عروسیمه، کلی برنامه ریزی کردم، فایده ای نداشت. خب به مختاری بگو، شاید اون بتونه کاری کنه. مختاری اهل پارتی بازی نیست، افصال میشستنش دیگه. ای وای، حالا باید چی کار کنیم؟ آشپزخونه. سلام. سلام مادر، رسیدم بخیر. اون نهار حاضره؟ حاضر میشه تا دست تو بشوری. بیا بشین یه دقیقه کارت دارم. این گوشی رو بردار، برو تو گالریش، قشنگ با دقت نگاه کن، عکس چند تا از دخترای خوب و دوست آشنا و فامیل گذاشتم توش. همم تحصیل کرده، تحصیلات عالیه، یا دکترا دارن یا مهندسی. ببین کدومو میپسندی، هر کدومو که خواستی تا تهران هستی میریم انشالله خواستگاریش. ماما مینا چی پس؟ اونو که من بارها بهت گفتم مخالفم، از اولش هم مخالف بودم تا آخرش هم مخالفم. بی خودم رفتید با هم دیگه صیغه محرمیت خوندید. بابا جان اون اصلا تیکه خانواده ما نیست. چند بار بگم؟ شما اصلا نمیخواید نظر من در این باره بپرسین دیگه؟ نه، برای اینکه تو اصلا حواست نیست. شوهر خواهر دکتره کشاورزی گرفته، همین امروز فرداست که بشه عضو هیئت علمی. اون وقت زن جنابالی چی؟ مگه بده؟ نه بد نیست، خیلی هم دختر محترمی، اما تیکه ما نیست، بفهمینو. مامان اذیت نکن دیگه، مامان مینا دختر خوبیه، بیشتر بشناسیش عاشقش میشی. خب حالا اینا رو نگاه بکن. اینطوری نه، اینطوری نه بابا جان، اینطوری منظره رو هم نگاه نمی کنم.
مثلا میخوای زن انتخاب کنی ها؟ من اینا رو دیدم، اونی که میخوام تو اینا نیستش. خیلی خب، یه دو سه تا دیگه تو کیفم هست، اونا رو هم نگاه کن. حالا الان حوصله ندارم، یه ساعت دیگه بخوام بلند شم اون موقع. هیچ کدومتون حواستون به زندگیتون نیست؟ گوشیه کجاست؟ آخی اگه یکی نباشه که هوای دور و برتون رو داشته باشه، آماده اید که گند بزنید به زندگیتون و به آیندهتون. چارچشمی باید بپامتون. عرض سلام علیکم خانم دکتر ایدنیا. خانواده خوبن انشالله. من صادقی هم مزاحمتون میشم. ممنونم، قربون شما برم، سپاسگزارم. بله اونم خوبه، همین تازه دکتراشو گرفته ساره. خیلی متشکرم، انشالله برای همه جوونا. قربون شما. خانم دکتر، قرار از مزاحمت میخواستم که ببینم امکانش هست ساره به جای اینکه طرحشو تو شهرستان بگذرونه، همینجا تو تهران باشه، تو همین بیمارستانی که خودتون هستین. خانم فاطمه حمزه خانی انشالله. یک دنیا ممنون میشم اگر بشه. باور کنید هر کاری از دستم بر بیاد، هر خدمتی بتونم در قربون شما. میدونم شما لطف دارید، انشالله که بشه. به هر حال ما تلاشمونو میکنیم دیگه. میدونم میدونم شما خودتونم مادرید، میدونید. چی میگی؟ ای یه علمه عکس دختر دکتر مهندس گذاشته جلوی من، میگه انتخاب کار میکنه. چرا؟ چه میدونم، مرغش یه پا داره، میگه باید بیخیال مینا بشی. بیان رو دست و پای خودشون. مگه تو قرار نبود باش حرف زنی، قرار عقد عروسی رو قطعی کنی؟ وای یادم رفت. این روزا فکرم خیلی مشغوله، هرچی به عروسیم نزدیک میشم استرس میگیرم، همه کارا یادم میره. ولی نگران نباش، حتما حتما باش صحبت میکنم. ساره جانم، همین امروز باش حرف بزن. همین امروز. یه چیز دیگه هم هست. دوباره چی؟ قصه بانک هم عقب افتاد. چرا؟ کارگاه نچرخید، ضرر کردم، من هم جمعش کردم. چند تا قصه عقب افتاده؟ چه میدونم، دو تا، سه تا، نزدیک 14-15 تا. ای بابا، من و فرهادم پولمون رو خرج کردیم، دستمون خیلی خالیه، وگرنه کمکت میکردیم. خرج کردیم؟ آره برای یه کاری خرج شد. ماما نفهمه، بفهمه بیچارمون میکنه. حواظ هم هست. تو هم نگران نباش، فکر و خیال نکن، درست میشه. من برم وسایل هم بذارم، بریم نهار بخوریم. سلام مادر، ممنونم، مزاحم نمیشم. گفتم اگه ساره هستش میشه. مثل این که اومد، ممنون، خدا. سلام. سلام، چطوری؟ خوبه. ساره، ساره جانم، ماما داشت یادم میرم سکه داری گرون میشه، اون 30 میلیونی که دارین و امروز برین سکه بخری، سودش خوبه. باشه ماما جان، الان وقت این حرف هاست، ما دیرمون شده. خدافز. به سلامت، خیلی پیش. اگه بفهمه کل پولمون رو خرج کردیم کلمون رو میکنه. بیا بریم. میشه امروز بری پیش دوست و ازش بپرسی که میتونه زود تبدیل ما رو بده یا نه؟ باش بهش میگم. تو میری گلخونه؟ آره. منم بیمارستان کلاسم تموم شد، میرم بالا تو بخش با عاطفه حرف میزنم. تو هم خودتو برسون دیگه. من کودشون رو دادم، 15 روز دیگه باید دوباره همین کودو بدین. اگه 10 روز دیگه بدین همشون سوختن. این قضیه دقت کن. دست درد نکنه دکتر، خیالمو راحت کردی. خواهش میکنم، کاری با من ندارین. چرا دکتر؟ کجا؟ فرار میکنی، کم به ما سر میزنی، با من حال نمیکنی ها؟ نفهم، این خواهش میکنم دیگه، دارم هر جور شده از دل این خاک پول در میارم، چند جا دیگه صحبت کردم، اونجا دارم میرم. پول؟ تو لب تر کن. از شما زیاد نمارسید، ممنونم. حرفا چه؟
بده خودکارتو ببینم. از 1 تومن تا 100 تومن تعارف نکن، بگو. 40 تومن میخواستم. 40 تومن؟ بخش، من فکر کردم با 2-3 میلیون کار در راه میفته. میدونم میدونم، ولی من گفتم از شما زیاد به ما رسید، دستتون درد نکنه. ممنون. اگه خودکار لازم نداریم نه بفهم قابل شما نداره. با اجازت. سلامت دکتر. خوب هستی؟ خیلی محبت کردم. وظیفه بود. خدا رو شکر رنگ و روز خیلی بهتره. اگه لطف تو آقا فرهاد نبود معلوم نبود الان زنده بودم یا نه. این چه حرفیه؟ دوستا تو این شرایط بعد به درد هم بخورن. از فردای روزی که دکتر مرخصم کنه میرم دنبال تهیه 30 میلیونی که به هم قرض دادید. سعی میکنم زودتر از مدتی که گفته بودم بهتون برگردم. فکرش هم نکن، ما هیچ عجله‌ای نداریم. تو فقط مراقب خودت باش. من میرم. خدا نگهدار. خیلی زحمت کشیدی. وظیفه بود. خیر از جام. نبینی دخترم. خواهش. چی شد؟ گفتی بهش؟ تو وضع خانواده‌شون رو ندیدی؟ بعد از ورشکستگی باباش اوضاعشون خیلی به هم ریخت. عاطفه 2 جا کار میکنه که خرج و دخلشون به هم بخونه. خواهرش هم همینطور کار میکنه که بتونه قصه عقب افتاده باباشو بده. واقعا نتونستم بهش بگم. باش فرهاد، ببخشید که بهت گفتم پولتو اینجوری خرج کنی. بچه شدی، بهترین پیشنهاد رو دادی. نظر چیه که جشن رو نگیریم؟ خودت که میدونی مامان از هر چی بگذره از جشن نمیگذره، به همه خبر داده. آره، منظورم اینه که اگه این جشن رو نگیریم حداقلش که اون 20 میلیون باقی مونده رو میزنیم به یه زخمی، میزنیم به پول پیش خونم، بقیهش هم خدا بزرگه. مامان قول گرفته که حتما جشن بگیریم، یادت نیست؟ من که نمیخوام بزنم زیر قولم. من منظورم اینه که مادر تو آدم منطقیه، یادم یه سر اون جریان خوابگاه باش حرف زدیم قبول کرد. الان من میرم میگه آقا با جریانمون اینجوریه نمیتونی، چرا قبول کنه؟ اون موقع فرق میکرد. اون موقع قرار بود ما تو خوابگاه بمونیم که پولامونو پس انداز کنیم، ولی این سری برای جشن کوتاه نمیاد. ساره، این آخرین راه حلمونه که بعد از عروسیمون با هم بریم زیر یه سقف زندگی کنیم. بعدشم مادرت باید بفهمه که اوضاع زندگیمون چطوریه، هرچه زودتر بهتر. باشه، حالا حرف میزنیم باهاش. ببریم بیا. بی خود خودتون رو ناراحت میکنین فرهاد جا. حال خونه سازمانی نشد عیب نداره. آره، ولی اگه جور میشد میتونستیم پولی که باید برای کرای خونه و رهن بدیم پس انداز کنیم. بله خب، اما الان خوبیش اینه که یه راست میرید سر خون زندگی خودتون با یه جهیزیه حسابی و پروپیمون. اونطوری خب مشکل بود، درد سر میشد. الان هم وقت دارین حسابی بگردین برای خودتون یه خونه نقلی تر و تمیز پیدا بکنید در شهر یه تازه داماد و نوعروس. راستش نمیشه که خونه بگیریم، یعنی پولش نیست. مگه بناس یه پنت هاست بالای شهر بگیرین که پولش نیست؟ نه، منظورم اینه که
ما پولمون رو خرج کردیم. یه بنده خدایی باید قلبش رو عمل میکرد، پول نداشت. آره مامان، دوست منو میگه عاطفه خیلی حالش بد بود، اگه پول بهش نمیدادیم نمیتونست عمل کنه و خیلی اتفاق بدیم. پس همه پسندازتون رو دادید رفت؟ اون موقعی که ما این پول رو بهش دادیم قرار بود به ما خوابگاه بده. من فکر نمیکردم یه درصد این خوابگاه جور نشه. خیلی کار اشتباهی کردید، خیلی خیلی. تو نباید یک کلمه به من میگفتی؟ ببخشید. خب الان چی؟ تکلیف چیه؟ چی کار میخواییم بکنی؟ بریم مامان جان، ما 50 میلیون پول داشتیم، خب 30 تومنشو که داریم با عاطفه، الان مونده 20 میلیونش، فقط 20 میلیون. خب خب که اینم باید بدیم برای مخارج تالار و عروسی دیگه. خب ما نمیتونیم جشن بگیریم. حرفشم نزن، جشن رو باید بگیرید. فرهاد خان، مگه شما به من قول ندادی بودی که جشن میگیری؟ بله. بسیار خوب، تو هم هرچی زودتر به دوست تلفن میکنی بهش میگی پول رو برات بریزه تو حسابت. مامان جان نمیشه، وضع مالیشون اصلا خوب نیست. قربونت برم، اتفاقیه که افتاده، ما هم که کار بدی نکردیم، با پولمون جون یه آدم رو نجات دادیم. الان هم اگه شما یه بزرگواری بکنی اجازه بدیم ما جشن نگیریم، میتونیم بریم سر خونه زندگیمون. من آبرو دارم، تو همه دوست آشنا و فامیل گفتم که دامادم دکترا داره، قرار عضو هیئت علمی بشه. نباید یه جشن کوچولو در خور شأن خانواده خودم و دامادم بگیرم؟ جشن، من به شما قول دادم جشن بگیرم، جشنم بگیرم. فرهاد خان یه فکری هم بکن که بعد از جشن کجا میخواین زندگی بکنی. اونم چشم، یه جای خوب کرایه میکنم. اگه این دفعه هم خواستید بنیاد نیکوکاری را بندازید اولش به من خبر بدید. سلام. سلام. صبح بخیر، قربونت برم. من خودتو لوس نکن، حسابی ازت دلخورم. بعد مادر باشی تا بفهمی الان من چه حالی دارم. من که 1000 بار گفتم ببخشید. ماما یه خواهشی دارم ازت. چی شده؟ بازی خرابکاری دیگه کردی؟ خرابکاری چیه؟ سعید ازم خواسته باهات صحبت کنم درباره مینا. میخواد شما یه لطفی بکنی، اگه اجازه بدی مراسم عقد و عروسیشون رو راه بندازن. من نمیدونم کی به بچه‌های من یاد داده که حرفاشون رو با پیغام و پسغام و واسطه به من بگن. پسر خب ماما روش نمیشه خودش بهتون بگه، بعدم خواهری گفتن. آها روش نمیشه به من بگه، اما میتونه بره زن بگیره، اونم 1000 کیلومتر اونورتر. یه چیزی بهت بگم ماما، خیالتو راحت کنم، سعید مینا رو دوست داره. مینا هم واقعا دختر بدی نیست. به سعید بگم کی میریم. جنابالی به جای اینکه به فکر کار سعید باشی حواست به مسائل خودت باشه. تکلیف سعید معلومه. پس یعنی شما موافقین دیگه؟ به سعید بگم یه قرار با خانواده مینا بذاره بریم صحبت کنیم. نه خیر، در ذهن به سعید برو بگو این دفعه حرفاشو بیاد مستقیم به خودم بگه. چشم، بهش میگم. من برم، دیرم شد. به سلامت، خداحافظ. آه.
سلام نسرین جان، خوبم، تو خوبی؟ دیر میرسی بیمارستان؟ باشه من به استاد میگم. خواهش میکنم، خداحافظ. سلام و صبح بخیر. سلام و در صحبت بخیر و شادی. حرفی میخوای بزنی؟ من؟ حرف نه بابا، چه حرفی؟ نه مشغول بشی، نه حرفی ندارم. یه مطالعه میکنین اول صبح پر انرژی، کتاب خوب، من که سنگک گرفتم و یه ببین سعید جان، مینا دختر خیلی خوبیه، هیچ عیب و ایرادی هم نداره، اما نمیتونه عروس من باشه. نه اینکه ما خیلی آدمای خاصی هستیم، نه، ولی با هم دیگه فرق داریم، فرهنگمون، طرز زندگیمون، طرز فکرمون، هزار تا چیز دیگه. معنیش هم این نیست که ما خوبیم اونا بدن، نه، فقط با هم دیگه فرق داریم. متوجه چی میگم؟ خیلی مادر من، عشق من، گل من، من با چشم باز مینا رو انتخاب کردم. توی این مدت کامل شناختم این دختر رو، باورت نمیشه دنیای ما چقدر با هم شبیه. سعید جان، زن و مرد تو زندگی باید هم دیگر بالا بکشن، بعد هر کدوم بتونن یه چیزی به دیگری اضافه بکنن. این دختر نمیتونه به تو چیزی اضافه بکنه که هیچ، حتی میتونه تو رو از اینی هم که هستی پایین تر بکشه. چرا آخه شما اینجوری فکر میکنی؟ بابا اینطوری نیست. هست، به من اعتماد بکن، هست. ماما من دلم با میناست. من خیلی بهتر از اونو برات سراغ دارم. اگه ببینیشون خودت میفهمی چقدر از مینا دوری و چقدر در اشتباه بودی. البته اشکالی هم نداره، چند روز دیگه این صیغه محرمیت هم تموم میشه و میره پی کارش. این هم از سرت میفته. این گوشی منو بردار، روشن کن، چند تا عکس توش دارم. قشنگ همه رو با دقت نگاه کن، ببین کدومشون میپسندی. جان گفتم این گوشی رو بردار، عکس ها رو ببین. عکس کی؟ دختر ها رو. من میرم الان یه صبحانه بخورم، چشم باید چیه، ذره انرژی بگیرم، بعد میام دختر ها رو انتخاب بکنم. نه میدونم رو تنابت ارزم پنگ کردی. بفهمید. لطفا قبل از رفتن برو اینجا یه مقدار کتاب و فیلم هست، بگیر با خودت ببرشون. سه تا دکتر تماس گرفتن، گفتن میخوان با گروه جهادی همکاری کنن که شماره‌هاشون رو براتون نوشتن. بله چشم. تماس بگیر باشون، با خودت ببرشون. حتما. امری نداری؟ خب برو که تازه راه بیفتی. با اجازت. موفق باشی. قربونت. قربونت. دکتر جان اینقدر بی‌معرفت نباش. ببینمت. حتما مهدی جون، حتما، خیلی زود. فعلا خدا نگهدار. قربونت برم، مراقب خودت باش. صاحب اجازه هست. خیلی شما میگم گلخونه محلات که رفتی. آره بله، دست شما درد نکنه معرفی میکردی. من
خدمت شما. خوشحال میشم تشریف بیارید. خیلی مبارک باشه. به 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 سلامتی انشالله. قول نمیدم، سعی میکنم بیام. در ضمن با من تماس گرفتن، گفتن عضویت توی هیئت علمی بررسی شده اما تایید نشده. چرا؟ نمیدونم، منم نپرسیدم. خب استاد، من که همه شرایطشو داشتم که، برای چی منو رد کردن؟ به این فرا جان، تو بیشتر از اینکه به درد کار تئوری بخوری به درد کار اجرایی میخوری. تو باید رو زمین کار کنی. استاد این کارشون عین حق‌خواریه. ببینم، چرا تو دوست داری پشت میز نشین بشی؟ چیه؟ بوی کود دیگه زده تو ذوقت؟ دیگه کاشتن بذر و گیاه حالتو خوب نمیکنه؟ نه استاد، اینطوری نیست. ببین فرج جان، هیچ سازی برای آدمیزاد کوکتر از ساز دل خودش نیست. تو هم برو پیش ساز دل خود داره که اگه این کار نکنی یه روزی حسرت کارایی رو که دوست داشتی انجام بدی و ندادی بدجوری ازتت میکنه. جوون ها چایی اومد. دست درد نکنه ماما. فراجان تا ساعت نشده بیا. دست شما درد نکنه. بالاخره هم تکلیف کار ما رو معلوم نکردید. لوبیا پلو میخواید یا آلبالو پلو؟ لوبیا پلو دیگه. نه خیرم، من که میدونم فرهاد بیشتر آلبالو پلو رو دوست داره. خدا شانس بده آدم اینجوری عزیز بشه. خوب راجع به خونه فکری کردی؟ هنوز نه، یعنی پولی نمونده. آخه یادم رفت بهتون بگم، امروز از تالار زنگ زدن به فرهاد، گفتن چون عروسی آخر هفته است باید بیاین تسویه بکنی. دیگه فرهادم رفت 20 میلیون بهشون داد دیگه. دستت درد نکنه فرهاد جان، انشالله که به شادی و مبارکی. حالا تا مشکلاتتون حل نشده بیاید بر من زندگی بکنی. هرکی هم ازم پرسید چرا با دامادت زندگی میکنی، میگم خب من یه مدتی بود سرگیجه داشتم، دیگه دامادم و دخترم هم لطف کردن اومدم پر من که مراقب من باشن. نظرتون چیه؟ موافقین؟ خوبه. ممنونم، ولی ما نمیتونیم اینجا زندگی کنیم. چرا فرهاد جان؟ من که تعارف نمی کنم. میدونم شما به ما خیلی لطف دارین، ولی ببخشید این حرفو میزنم، ترجیح میدم مشکلاتمو خودم حل کنم. یاد اون قدیما بخیر، بچه ها که ازدواج میکردن تا مدت زیادی پلو به در مادرهاشون زندگی میکردن. حالا هم که من نمیگم شما ها بیاید با من زندگی بکنی، یه دو ماه، شیش ماه، یه سال، نمیدونم هر چقدر که طول بکشه با من زندگی بکنی تا انشالله مشکلاتتون که برطرف شد میرید سر خونه زندگی خودتون. شما خیلی لطف بزرگی به ما دارین، ولی بذارین من تلاش شما بکنم شاید خیلی زود به نتیجه برسم. من نمیفهمم، بالاخره شما ها بعد از جشن، بعد از مراسم کجا قراره زندگیتون رو شروع بکنی؟ ساره میاد همینجا پیش شما، منم خوابگاه میمونم تا وقتی یه خونه پیدا کنم. خب یعنی این درسته؟ درست و غلطش که نمیدونم، شما مثل مادر من. وقتی پدر مادرمو تو زلزله دست دادم، با اینکه عموم سرپرست من بود، ولی من خودم تلاش کردم، کار کردم، کارگری کردم، خرج دانشگاهمو دادم. الان هم میخوام از صفر شروع کنم با ساره. بسیار خوب، خود دانید هر طور که راحتید. ممنون که درک میکنید. خواهش میکنم،
فقط نمیدونم چرا هیچکی منو درک نمیکنه. یه مسئله دیگه هم هست. امروز بهم گفتن که عضو هیئت علمی نمیتونم بشم. یعنی چی؟ چرا؟ دلیلی نیوردن، فقط بهم گفتن که شرایطشو ندارم. معلوم نیست شرایط کی از فرهاد که شاگرد زرنگ دانشکده است بالاتره. خب حالا یعنی چی کار کنی؟ من به همه گفتم که دامادم میخواد عضو هیئت علمی بشه. فعلا کار مشاوره سه تا گلخونه رو انجام میدم تا ببینم بعدش خدا چی میخواد. انشالله که خوب میخواد. فعلا که رو دور شانسی. نمیخوای بگی چی شده؟ چیزی نشده. پس برای چی اینقدر به هم ریخته ای؟ نه هیچ. چی شده از من بگو. مشکلات مالی. پول پیش خونه ندارم. تای حساب من 4,230,000 تومانه. به دردت میخوره تقدیم کنم. استاد من که از شما پول نخواستم. یه کاری هست میخوام بهت پیشنهاد کنم. شرطش یکم متفاوته، اما در عوض میتونه برات درآمد خوبی داشته باشه. قبوله؟ جدی داری میگی؟ کار دیگه هرچی باشه قبوله. قبوله؟ قبوله؟ نه، توی این شرایطی که داریم بهترین گزینه است. یعنی واقعا از نظر تو با هم پاشیم بریم وسط کبیر توی روستا یه گلخونه رو سرپا بکنیم خوبه؟ از نظر تو واقعا این خوبه؟ آره خوبه. مختاری به من گفتش که اگه این گلخونه رو سرپا کنی کلی سود نصیبتون میشه. بابا بعدا از اون برم یه مود از شهر این تهران آلودگی و ترافیکش راحت میشی. فرهاد من کار و زندگیم اینجاه، متوجهی؟ پاشیم با همدیگه بریم توی روستایی که نمیدونیم کجاست، امکاناتش چجوریه. بعدش هم سعید 2-3 روز دیگه مرخصیش تموم میشه، برمیگرده شهرستان. منم با تو پاشم بیام. خب مامانم دور و برش خالی میشه، تنها میشه. چرا نمیفهمی اینو؟ آرزو به دلم مونده یه دفعه این پرتقال درست بود بگنی. قشنگ پوستشو بکن که الان افتاد زمین. بابا خوبه دیگه، من میخوام چیکار کنم؟ مخصوصا این کارا رو میکنه همیشه من براش پوست بکنم. میشناسم یه شوق بازیه. اینم از این. مشهد هوا سرده؟ حسابی با خودت دواز گرم ببر. برداشتم. بلیط پیش شماست دیگه. آره پیش من. حواستم باشه با خودت دارچین و زنجفیل ببری. بالاخره سفر آدم آب به آب میشه و خدای نکرده دل دردی چیزی نگیری. بازم صد رحمت به همین دواهای خونگی و طبیعی. بسی فراد، اونجایی که من هستم منبع این داروهای گیاهی و ادویه و جوشونده و این چیز هست. خودشو میکارن؟ نه بابا، اینا رو با این دستای خودشون از دل کوه و دشت میکشن بیرون. چرا صنعتی کار نمیکنن؟ میبینی اگه این اتفاق بیفته چقدر آدم میره سر کار.
چقدر اومد درآمدشون بیشتر میشه، بعدا حتی توی صنعت پخش بسته‌بندی هم تأثیر داره. بله اگر بکنم از این حرفا زیاد. بگذاریم، من براتون مژده دارم، برای هر دوتاتون کار پیدا کردم، یه کار اداری و با کلاس. چقدر خوب. دست شما درد نکنه. تو که به فکر خودت نیستی، یه چند روز دیگه سربازی تموم میشه، برمیگردی تهران، بعد کار داشته باشی. تو هم که مادر جون، این قضیه هیئت علمی و این چیزات منتفی شد، رفت به کارش. شغلی هم که الان داری نه درآمد درست درمون داره نه کلاسی داره. بگو ببینم تو مرخصیت کی قراره تموم بشه؟ من تو پنجشنبه هستم. خوبه، شما هم که به امید خدا قراره تا سه شنبه برگردید دیگه. بله. عالی شد. من برای جفتتون قرار مصاحبه گذاشتم چهارشنبه صبح. کجا؟ توی شرکت تولیدی فرش، مال شوهر یکی از دوستای قدیمیمه. مصاحبه‌ام فرمالیته است، جفتتون استخدامید. ممنونم، ولی من نمیتونم بیام. چرا؟ آخه من دکتری کشاورزی دارم، برم یه شرکت تولیدی فرش چی کار کنم؟ فرهاد جان، تو این دور زمانه اون چیزی که مهمه داشتن شغله. بعدشم خیلی ها هستن شغلشون با اون چیزی که درس خوندن فرق داره. خب تو هم یکی از اونا. دوتاییتون قراره برید تو بخش بازاریابی خارج کشور. چه باحال، از این به بعد فقط تو سفر خارج از کشوریم. بله، تازه اگه هر قراردادی رو به تصویب برسونید کلی پورسانت داری. وای عالیه. بله، خوشباله کسایی که میرن. من نمیرم، من دوست دارم کاری انجام بدم که درسشو خوندم. آفرین. به نظر منم شما اجازه بفهمید، هیچی نگید. اینجایی که من میگم اگه یه خورده زرنگ بازی در بیارید و هوش به خرج بدید، بعد از مدت کوتاهی صاحب یه درآمد بالا میشید، اینقدر که بعد از دو سه سال میتونید خونه مستقل داشته باشید، نه که اجاره کنید، بخرید. خیلی خوبه فرهاد. بله خیلی خوبه، ولی من نمیتونم کاریه که دوست ندارم و انجام بدم. یه کاری به من پیشنهاد شده، توی روستای یه گلخونه بود، قراره برم اونو راه اندازیش کنم. یه کاری، یه جایی، یه روستایی. کجا؟ سمت کویر. آها، پس برنامه تو اینه که دست دختر منو بگیری ببریش وسط بیابون. اصلا فکر آبروی منو نمی کنی، فقط برات مهم کاری رو که دوست نداری نکنی. همین فرهاد خان، خیال کردی بنده که 30 سال تو بانک کار کردم عاشق کارم بودم؟ خیال میکنی این همه آدم که صبح تا شب جون میکنن و کار میکنن عاشق کارشونن؟ نه خیر آقا جون، همشون کار میکنن به خاطر اینکه آسایش زن و بچهشون رو فراهم بکنن. یکم واقع بین باش پسر جان، یکمی. زندگی هر روز به آدم یه فرصت نمیده، شاید تا آخر عمرت هم دیگه یه همچین فرصتی گیرت نیاد که با یه شغل پر درآمد بتونی در عرض مدت کوتاهی وضعیت زندگی خودت و خانوادت رو روبراه بکنی. پس دو دستی بچسب بهش. راست گفتن والا، آن را که عقل دادی چه ندادی، آن را که عقل ندادی چه دادی. چی اینا چی دی این سر را؟ میوه تو بخور.
وای چه میز صبحانه ای، ماما دست درد نکنه. مسکن با خودت ببر اگه یه وقت سر درد شدی داشته باشی. برداشتم قربونت برم. خودت صبحانه خوردی؟ میخورم. خب بشین ما هم بخوریم دیگه. ماما قربونت برم من الهی، مراقب خودت باش. ماما من دارم میرم سفر، زود برمیگردم. آخه ساره یه پیشنهاد بدم. بگو. اون روسته بود که مختاری میگفرم توش کار کنم. خب همین نزدیکاست. گفتم بریم ببینیم، اگه خوب نبود یه فکری دیگه بکنم. مثلا چه فکری؟ یه کاری تو همون تهران. از سر شب شیری از سیری باده شدیم. میگم بد نیست بزنی کنه یه جو وایسی. نه نه باید بریم، گیر میکنیم وایسی. چشم چشم نمیبینه.